چرا نه تنها جوانای کشورمون که شاید بسیاری در دنیا دچار ناامیدی شدن؟ راه حل غلبه بر این ناامیدی‌ها چیست؟ چطور میشه با توجه به اوضاع جهان و مشکلات متعدد و عدم امکان پیشبینی‌های واقع‌بینانه از سردرگمی‌ها رهایی پیدا کرد؟ و بالاخره اینکه آیا یک نفر به تنهایی میتونه برای بهبود اوضاع جهان و گریز از ناامیدی کاری بکنه و تاثیرگذار باشه؟ در ادامه مبحث هدف و برنامه‌ریزی، من شاهرخ کوهستانی و همکارانم در خدمت فرزانه ثابتان، مشاور خانواده، و دکتر پیمان رئوفی، روانشناس هستیم تا گفتگومون را ادامه بدیم. مجدداً خوش آمدید به برنامه باستا. شما اشاره داشتید که سائقه ها در انسان به آدما هدف میدن، مسیر میدن، یعنی در واقع اون سه تا عامل سوق دهنده. اشاره هم کردید که سائقه به معنای سوق دهنده هستش. من یه ابهامی برام پیش آمده بود، فکر میکردم که خیلی این سائقه ها ما در قبالشون برنامه ریزی نمی کنیم، گرچه ما رو دارن هدایت میکنن، اما اونچه در اختیار ماست و برنامه ریزی بارش میکنیم از این سائقه ها ناشی نمیشه، بلکه برای رسیدن به رفاه، برای رسیدن به خوشحالی و خوشبختی است که ما هدف داریم و برنامه ریزی میکنیم. آیا این چیزایی که من عنوان کردم در قالب همون سه تا میگنجه یا نه در واقع شکل دیگری است؟ من اگر خاطرتون باشه عرض کردم سائقه ها در واقع پشت هدفمندی، هدف گذاشتن، دنبال چیزی رفتن نشسته. سائقه ها در واقع انگیزن، مثل انگیزه عمل میکنن، اونتا انگیزه هایی که فطری هن، انگیزه های بیرونی نیستن، ولی یه سری انگیزه های درونی همونطور که جناب رئوفی عنوان کردن پشتش نیازها نشسته، پشتش باورها و ارزش ها نشسته. شما عنوان کردید که سائقه همون چیزیست که در حیوان به صورت غریزه است، در انسان به صورت سائقه. بله، اما تفاوت عمدهش اینه که سائقه انسان قدرت اراده و انتخاب داره در اینکه سائقه رو جهت بده، حیوان قدرت انتخاب و اراده نداره. خیلی خیلی اراده حیوان محدوده، هوشیاری نداره، آگاهی نداره که بتونه به این غریزه هاش جهت بده، و همین دلیل غریزه ها خیلی قابل تغییر نیستن، قابل تعویض نیستن. یه مسیریست از قبل تعیین شده، منو تو اون جاده انداختم میرم. ولی انسان نیرو و انرژی رو داره. شما فرض کنید من سائقه اشتغال دارم، این سائقه اشتغال میتونه تو مسیر کار کردن بیفته، میتونه تو مسیر ورزش بیفته، میتونه تو مسیر تحقیق و جستجو بیفته، میتونه تو مسیر ارتباطات اجتماعی بیفته. صحبت ما سر اول این بود که یک نیروی باعث میشه که من حرکت بکنم و شروع بکنم به هدف فکر کنم، به اینکه چی کار میخوام بکنم. اون نیروه به من نمیگه چی کار بکن، اون نیروه به من میگه یه کاری بکن، حرکت بکن، نشین. اما در مجموع سائقه نیروه، انرژیه، اینکه تو چه کانالی بیفته دست منه، و اونجاست که بر اهداف معنا پیدا میکنه. پس هدفها قالبهاییست، لباسهای عینی و ملموسیست که وقتی ما اون سائقه ها رو میخواییم به کار ببریم، اون وقت میفته توی مسیر هدف و هدفبندی و زمانبندی و همساله. رفو، یه چیزی که فکر میکنم در هدف و برنامه ریزی ما خیلی باید حواسمون بهش باشه، یعنی یه رکن خیلی مهمی کنار همین هدف و برنامه ریزی، نحوه برخورد ما با شکسته. چون ممکنه هدفمون واقع بینانه نبوده، خب بر اساس اطلاعاتی که ما داشتیم، نالجی که داشتیم، هدف درستی رو انتخاب نکردیم. ممکنه عوامل بیرونی دیگری باعث شده ما نتونیم اون برنامه ریزیمون رو اجرا بکنیم و ما شکست میخوریم. ما در قبال شکستمون که واقعا به اندازه خود هدف و برنامه ریزی مهمه، چه کار باید بکنیم؟ ببینید، اساسا اونچه که ما باید بپذیریم و قبول بکنیم این هستش که شکست هم حقیقی و واقعی است و شکست هم امکان پذیره. همونطور که ما باید بپذیریم که اشتباه میکنیم، میتونیم اشتباه کرده باشیم، حق داریم که اشتباه بکنیم، شکست هم همینطور دیده بشه.
یعنی ما جوری نباشه که خودمون رو شکست ناپذیر فرض کنیم و یا حالا بعضیا به دلیل تربیت هایی که در گذشته در خانواده داشتن به دلیل اشتباهاتشون یا شکست هاشون شدیداً باهاشون برخورده تند شده و یا تنبیه شدن، اینها با شکست و اشتباه راحت نیستند، یعنی نمیتونن بپذیرن. اگر یک شکستی اتفاق بیفته، حالا این شکست میتونه شکست کاری باشه، شکست عشقی باشه، شکستی باشه که در خودشون برای رسیدن به هدف باهاش مواجه هستند، اینها براشون بسیار دردناک میشه و این درد بیشتر از همون تجربه دوران گذشته میاد که نپذیرفتند که این راهی که من پامو توش میذارم میتونه در شکست هم وجود داشته باشه. ممکنه که به قول فرمایش شما من در نوع تعیین هدف و یا اقدامات و قدمهایی که براش تعریف کردم اشتباه کرده باشم و من جایز الخطا هستم، اون که هیچ، حتمی الخطا هستم، حتما خطا و اشتباه در کار من وجود خواهد داشت. اونجاست که حالا با شکسته میتونه راحت تر کنار بیاد، برگرده عقب، نقشه راهش رو دوباره مرور بکنه، ببینه کجا خوب بوده که کار رو بهتر انجام بده، کجا میتونسته جلوی یک چیزی رو بگیره و اون میتونه واقعا به موفقیت نزدیکترش بکنه. یعنی اینطور نیستش که اگر من شکست خوردم هیچ وقت در زندگی موفق نخواهم شد، نه، امکان موفقیت تازه برای من بیشتر شده، برای اینکه چه بسا اون اشتباهی رو که قبلا کردم حالا فهمیدم شاید اصلا هزینه کمتری هم با این اشتباهه و این شکست پرداخت کردم، اگر پیشرفت بیشتری داشتم یا جلوتر رفته بودم حتی گرونترم برام تموم میشد. این هستش که اساسا ما به واسطه حرمت به نفس، اعتماد به نفس، شناخت از خودمون میتونیم برای خودمون شکست رو هم در نظر بگیریم. تو اکثریت و همه تقریبا پلن‌ها و برنامه‌ها یک قسمتی رو برای ضریب خطا در نظر میگیرن، اشتباهات و شکست‌ها در نظر میگیرن، ما هم باید این رو در نظر بگیریم. یعنی هیچ وقت هیچ راهی رو مطلقاً نبینیم که این حتماً منتهی به موفقیت خواهد شد. من تلاشم رو میکنم، من بهترینم رو میگذارم، اما امکان شکست هم وجود داره، از اون شکست درس میگیرم. خانم زابطان، درس گرفتیم از شکستمون که خب شکست واقعیته، میپذیرمش، اما چجوری باش برخورد میکنم؟ آیا اساساً شکست یعنی که این مسیرم اشتباه بوده، هدفم اشتباه بوده، باید راه دیگری رو انتخاب بکنم، یا نه دوباره پاشم؟ خیلی وقتا اینم در اصطلاح عامیانه گفته میشه، خوردی زمین پاشو دوباره و دوباره همین مسیر رو طی بکنم، خب احتمال اینکه بازم به شکست منجر بشه زیاده. یا اینکه یک بازنگری کلی داشته باشم ببینم که آیا هدفم اشتباه بوده، آیا مسیرم اشتباه بوده، آیا در مسیر عواملی پیش اومده که من از دستم خارج بوده، نحوه برخورد ما با شکست چجوری باید باشه؟ علاوه بر اون مطالبی که جناب رؤوفیان عنوان کردن، من یه نکته رو میخوام درس کنم خدمتتون، یعنی بحث اعتماد به نفس و پرورش و تمامی ها. یه نکته که خیلی مهمه، نگرش اون فردی است که داره کاری رو انجام میده. گاهی وقتا طرز تلقی و نگرشی که یک انسان نسبت به زندگی که الان این به اصطلاح گرایش مثبت گرایی در روانشناسی خیلی دارن روش کار میکنن، نگرش است که من میتونم. حالا از این راه نشد، از یه راه دیگه. گاهی وقتا نگرش تهش ناامیدی نشسته. حالا این علت این نگرش، همونطور که جناب رافی هم اشاره کردن، عوامل متعددی میتونه باشه. مثلا اعتماد به نفس، مثلا اینکه من در چه فضایی بار اومده باشم. ممکنه شما در یک خانواده بار میایید که دائما دارن به شما پیام میدن به شکل‌های مختلف، به لحن مختلف، کلمه مختلف، اعمال مختلف که تو نمیتونی. خب طبیعی است که قدرت مواجهه و رویارویی من با شکست خیلی متفاوته با یک خانواده که همیشه به فرد گفتن تو میتونی. بنابراین خود اینا عوامل، محیط، امکانات و اون شرایط شکست. ببینید شکست اساسا اگر بخوایم تعریفش کنیم، به نظر من یعنی اینی که شما یه مسیری رو داری میری، یه برنامه ریزی برای خودت کردی، یه دفعه یه دیوار میاد جلو. اون نکته اصلی اینجا اینه، بعضی ها وقتی به اون دیوار میرسن به دلیل اون نگرششون فوری بر میگردن، میگن تموم شد، نه دیگه نمیشه. که این به نظر من در بعضی از موارد عامل عمدش ترسه، یعنی فقدان اعتماد به نفس میشه ترس، نه اگه برم این اتفاق میفته، اگه نه. بعضی از افراد نه، میگن من سعی میکنم انجامش بدم.
خیلی جالبه که افرادی که این نگرش رو دارن حتی اگر از اون شکست هم عبور نکنن، باز همیشه فرضشون بر اینه که من تلاشمو کردم. نفس این که تلاش کردم در من ایجاد رشد میکنه، چون در نهایت علت این که من میخوام هدفی رو دست پیدا کنم اینه که احساس کنم میتونم، احساس کنم رشد کردم. خب یه آدمی میگه درست دیوار رو نتونستم بندازم، ولی حداقل فهمیدم اینقدر میتونم مقابل این دیوار وایسم. من میخوام خیلی روی این مسئله تاکید کنم که نگرش افراد، احساس افراد، میزان استقامت افراد، میزان پایداری افراد چقدر جریان و فرایند رشدشون تلاش کردن رو یاد گرفته باشن. تا اینکه متاسفانه چیزی که ما الان در نسل فعلی میبینیم و من مسئولیتش رو به گردن پدر مادرها میندازم این هست که پدر مادرها انقدر همه چی رو آماده میکنن برای بچه ها و انقدر یادشون نمیدن تلاش بکنن که اصلا اینا انگیزه زیادی ندارن، اون انرژی ندارن. سائقه ها به جای اینکه متحقق بشه، شکوفا بشه، خفه شده توی افراد و به علت بسیاری از افسردگی ها همینه. سپاسگزارم. آی رعوفی، هی میخوریم زمین، هی بلند میشیم، هی شکست میخوریم، هی میگیم که ترمیمش میکنیم، هی دیوارهای متعدد جلو ما قرار میگیره و یا گاهی اوقات به یه چیزی خیلی دل میبندیم، یعنی فکر میکنیم که اگر این اتفاق مثلا افتاد، یه کسی آمد و گفتش که درهای امید الان دوباره شما باز میشه، بعد از 4 سال و بعد از 8 سال ببینیم که نه، امیدی هم نبود، یهو همه امیدواری های ما از بین میره و همه مسیری که طی کردیم مواجه شده با شکست، ما رو همراه میکنه با یه ناامیدی مفرط. چه کار باید کرد؟ تا کی میشه هی شکست خورد؟ ظرفیتمون چقدره؟ بله ببینید، حالا از امید که صحبت میکنید، امید رو من به عنوان انتظار موفقیت یا انتظار شادی میدونم، به این معنی که وقتی که ما منتظر هستیم و انتظار این رو داریم که خب من وقتی این پروژه رو تموم بکنم، فرض بکنید یه پولی به من میاد که اون موفقیت محسوب میشه، وقتی این پروژه رو تموم کنم، وقتی فارغ التحصیل بشم، حس خوبی پیدا میکنم و خوشحالم میکنه. این رو بیشتر روی بحث امید میتونیم ببینیم. حالا من پیشنهادی که برای این مسئله دارم اینه که ما صرفاً و فقط بابت اون چند تا هدف معدود و بسیار کلی و بسیار بسیار مهم زندگیمون قرار نیست منتظر باشیم. من اگر میرم و رختهام رو توی رختشویی میریزم و میشورم و تمیز میکنم و تا میکنم و توی کمدم هم میذارم، میتونم از این حس خوبی به خودم بدم، حس خوشحالی به خودم بدم، حس موفقیت به خودم بدم. اگر ماشینم بنزینش تموم میشه و میرم به پمپ بنزین و ماشینم رو پر از بنزین میکنم و از پمپ بنزین خارج میشم، این هم میتونه به من حس موفقیت و شادی و پیروزی رو بده. یعنی من یک هدفی داشتم که بنزینم تموم شده، باید برم اتومبیل رو و بنزین بزنم، روغنش رو عوض بکنم و یا اصلا بشورمش. من همین هدف کوچیک رو میتونم به نوعی تبدیل بکنم که خب من میتونم از این احساس شادی و موفقیت داشته باشم. پیشنهاد من به دوستان و عزیزانی که در خودشون حس میکنن که حرمت به نفسشون کم شده، رضایت از خود، حرمت به نفس یعنی رضایت از خود، رضایتشون کم شده به دلیل حالا شکست هایی که شما میفرمایید یکی پس از دیگری در یک سری از پروژه هاشون داشتن، در یک سری از پروژه های دیگه شون هم شکست نداشتن، بسیار هم میتونه موفقیت آمیز انجام شده باشه. ما در طول روز فقط یک کار نمیکنیم، ما شاید در طول روز 20 تا 30 تا کار مختلف داریم انجام میدیم. اگر بابت همه این کارهایی که داریم انجام میدیم به خودمون اون حس موفقیت، شادی و رضایت رو بدیم، آخر روز میبینیم من یه بالانس و تعادلی دارم. حالا ممکنه یه جایی شکست هایم خوردم، ولی یه کارهای زیادی رو هم خوب انجام دادم. پس من توانایی و قدرت و ظرفیت انجام کار مثبت، کار خوب و پروژه رو با موفقیت به پایان رسوندن رو دارم و این میتونه حرمت به نفس من رو بالا ببره. فکر می‌کنم نقش امید تو زندگی خیلی مهمه. اگه اجازه بدید یه توقف کوتاهی داشته باشیم، بیننده های ما با راه‌های تماس آشنا بشن، این امید رو انشالله در دلمون داشته باشیم که در ادامه برنامه به نتایج بهتری برسیم. تا چند لحظه دیگه در خدمت شما خواهیم. نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
راه های تماس با بازتاب ایمیل info@persianbms.org، تلفن 202-747-3700 با پیشماره 201. همچنین در صفحه فیسبوک بازتاب هم می توانید جز ابراز نظر از آرشیو برنامه ها استفاده کنید. کانال یوتیوب و تلگرام پرژن بی ام اس و تارنمای پرژن باهای میدیا دات ارگ نیز راه های دیگر دسترسی به برنامه های ماست. بحثمون رو در مورد هدف برنامه ریزی ادامه میدیم با این سوال که خانم ثابتان، میشه بفرمایید که با توجه به این همه مشکلاتی که دوروبرمون گرفته و آقای رئوفی هم اشاره کردن که به هر حال یه چیزای خوبی وجود داره، ولی گاهی اوقات واقعا هر چی نگاه میکنیم، خصوصا از بحث فردی که خارج میشیم و به دوروبرمون رو به مسائل جهانی نگاه میکنیم، اینقدر ناامیدی دوروبر رو گرفته که جای دیگری نیست. آیا میشه من به تنهایی با این همه کوه و انبوه مشکلات به سر بکنم و همچنان امیدوار باشم؟ ببینید، در روانشناسی معتقد هستن که شاخص سلامت واقع‌بینیه. واقع‌بینی به معنی اینه که خوشبین نباشیم زیادی، بدبین هم نباشیم. همه چیزو همونطور که هست ببینید. و به نظر من اینکه انسان چقدر امیدوار باشه خیلی بستگی داره به این واقع‌بینی. یعنی من اگر خودم رو در یک مسیر غیر واقع‌بینانه قرار بدم، احتمال اینکه ناامید بشم خیلی بیشتره. اولین اصل واقع‌بینی اصل نسبیت. یعنی ما بر این مسئله، بر این اصل آگاهی داشته باشیم که همه چیز تو دنیا نسبیه، هیچی مطلق نیست. من حتی وقتی میگم به یه هدفی میخوام برسم، به این معنی نیست که 100% به اون هدف میرسم. ممکنه که نزدیکش بشم، ممکنه اهداف من تغییر بکنه. محدودیت ها نسبیه، فشار ها نسبیه، موفقیت ها نسبیه، امید نسبیه، امکاناتی که در جامعه به ما داده میشه نسبیه و توانایی های من نسبیه. ما تواناییمون مطلق نیست. من اگر الان اینجا بشینم و بگم که من الان میخوام دنیا رو تغییر بدم و امیدوارم که تغییر بدم، خب یک به نظرم یک حرف غیر واقع بینانه زدم و احتمال اینکه ناامید بشم خیلی زیاده. اما هر چقدر اینجاست که اون نقش هدف و برنامه ریزی مشخص میشه. هر چقدر ما برای خواسته هامون، انگیزه هامون، نیاز هامون هدفمندانه تر نگاه بکنیم به مسئله و سعی بکنیم برنامه ریزی بکنیم، برنامه ریزی با توجه به محدودیت های خودم و محدودیت های محیطی، محدودیت های توانایی هام و محدودیت های امکانات و قدرت و اختیاری که در محیط دارم، اون وقت میبینیم که ما میتونیم میزان امیدواریمون رو در فرایند دستیابی به اهدافمون یا عملکرد روزمره زندگیمون بالاتر ببریم. شما وقتی که ساعت 2:30 تصمیم میگیری بری بنزین بزنی، احتمال اینکه ناامید بشی خیلی بیشتره، برای اینکه چند درصد پمپ بنزین 2:30 بازه. ولی اگر همین برنامه رو 12 ظهر بذاری، احتمال امیدواری خیلی بیشتره. پس میبینید چطور این دوتا، این مسئله به واقع بینی و فراتر از خوشبینی و بدبینی بستگی داره. همونطور که گفتم، من اگر بیام بگم من الان میام میرم یه برنامه ریزی میکنم دنیا رو تکون میدم، نه، همچین چیزی امکان پذیر نیست، اصلا در حیطه قدرت و کنترل و توانایی های من نیست. ولی اگر من بیام بگم من نمیتونم دنیا رو الان تغییر بدم، ولی خودم رو که میتونم تغییر بدم. خودم هم نمیتونم امشب بخوابم فردا بشم یه فرزانه دیگه، ولی میتونم یه رفتارهای کوچیکم رو تغییر بدم. ببینید، ما برنامه ریزی های عملی اگر بذاریم و حیطه توانایی هامون رو در نظر بگیریم، بعد میبینیم میزان امیدواریمون بیشتر میشه. از قدیم گفتن سنگ بزرگ علامت نزدنه. من اگر بیام یه چیزی رو بردارم که خارج از حیطه ظرفیت ها، توانایی ها، امکاناتم باشه، مسلماً نمیتونم امیدوار باشم. من در مورد جامعه ایران صحبت میکنم، جوانای ما میبینیم خیلی از اوقات احساس یأس دارن. چرا احساس یأس داره؟ کار نداره، شغل نداره، درآمد نداره، خرجخور پدرشه، بعد میخواد بره کفش فلان، برند فلان چیزا رو بخره.
خب آخه تو بیا توانایی ها و امکانات و ظرفیتات رو بررسی کن، بعد ببین میتونی کفش رو چه میدونم 2 میلیون تومانی اونا رو بخری. نداره خانم ثابتان، ولی دل که داری که خب بالاخره خب همین و زمانی که خواسته های ما با واقعیات نمیخونه این مشکل به وجود میاد. یعنی تناسب و این به اصطلاح حسابگری رو، این حساب کردن رو باید داشته باشیم که چیکار میخوام بکنم. ببینید آقای رفیع، خانم ثابتان مثالی که زدن خیلی فردی بود و اصلا جنبه انسانی داشت فارغ از مسائل مادی، در صورتی که ما واقعا خیلی نمیدونیم بشینیم برنامه ریزی کنیم که من میخوام آدم راستگویی باشم. معمولا فرض بر اینه که من راستگو هستم، اما من میخوام خونه بخرم. یعنی برنامه ریزی های ما قالب مادی بیشتر داره، اما الان خصوصا میگیم این ناامیدی ها بیشتر شده، از حیطه برنامه ریزی های من خارجه. من میرم کار میکنم، پول جمع میکنم، پس انداز میکنم، ولی ظرف یک هفته دلار قیمتش وحشتناک میره بالا. من نمیتونم به هیچ چیزی امیدوار باشم و برنامه ریزی بکنم. مثلا ما گفتیم هدف با برنامه ریزی معنا پیدا کرد، با واقع بینانه بودن معنا پیدا کرد، در صورتی که مثلا نمیتونم واقعیت رو ببینم، برای که واقعیت هر لحظه داره تغییر پیدا میکنه. شرایط موجود ما واقعا اینه، یعنی دنیای دور و بر ما خیلی چیزهایی رو داره که قابل پیش بینی نیست که من بر اساس اون بتونم برنامه‌ریزی بکنم. بعد توقع داریم که امید هم باشه، چه باید کرد؟ بله، من باز هم معتقدم که ما باید توقع داشته باشیم که امید هم باشه، به این علت که بازم عرض میکنم خدمتون، ما شکست رو، اشتباه رو و تغییرات محیط رو باید در برنامه‌ریزی هامون در نظر بگیریم. زمانی که داریم هدف میگذاریم، زمانی که داریم اینها رو بررسی میکنیم و نقشه راه رو تعریف میکنیم، ذریب خطایی رو هم بگذاریم، مسائلی رو هم در نظر بگیریم. البته حالا مسائل بسیار بزرگی مثل تغییر واقعا نجومی و چندین برابر شدن دلار و بالا رفتن قیمت ها و تغییرات یهویی همیشه هم اتفاق نمیفته، همیشگی نیست، اما اتفاق میفته. ما به هر حال اونها رو هم باید دور از انتظار ندونیم. ببینید، ما موظفیم بهترین خودمون رو انجام بدیم و از خودمون به همون اندازه انتظار داشته باشیم، اما اتفاقات جانبی و اونچه که من روش کنترل ندارم اتفاق میفته. ببینید، این بحث جبر و اختیار همیشه بحث مهمی است، در این که همیشه آدم از خودش سوال میکنه، خیلی خب من برنامه ریزی رو میکنم ولی یه دفعه زلزله میاد، یه دفعه جنگ میشه، یه دفعه یه اتفاق دیگری میفته و برنامه های من رو به هم میریزه، و این رو همیشه ما باهاش داریم زندگی میکنیم. این یک پدیده عجیب و غریب و تازه ای نیست که اتفاق میفته، ما از کودکی این رو تجربه میکنیم. من خیلی چیزا رو تو ذهن خودم تصور کردم به عنوان یک کودک، بعد میام میبینم نه، این اتفاق نیفتاده و جور دیگری اتفاق میفته. پس این یه جاهایی، یه چیزایی دست ما هست که بخوایم بتونیم کنترل کنیم، مدیریت کنیم، برنامه ریزی کنیم. یه چیزایی هم دست ما نیست و اون میشه اون وقت اون جبر، میشه اون اتفاقی که در طبیعت میفته، در پیرامون ما میفته و من روش کنترل ندارم. قرار است که من از کودکی خودم با این پدیده حقیقی و واقعی عادت کرده باشم. و خانم ثابتان خیلی خوب فرمودن، وقتی پدر و مادر سعی میکنه که آب تو دل بچهش تکون نخوره، اتفاقا اونجاست که داره اشتباه میکنه، چون بچه باید آب تو دلش تکون بخوره، باید بفهمه که همه چیز زندگی در دست و کنترل اون نیست، پدیده هایی هم غیر از انتظار و دور از انتظار تو اتفاق میفته، و اونجاست که حالا قرار نیستش که ناامید بشه و دیگه همه چیز زندگی رو بذاره زمین، خدای نکرده به فکر خودکشی و اینها بخواد بیفته، یعنی به اون ناامیدی مطلق برسه. این پدیده طبیعی و حقیقی و واقعی زندگی است که بله، من میرم پمپ بنزین بزنم، با یه پمپ بنزین بسته ممکنه مواجه بشم، اما ولش نمی کنم، میرم دنبال بعدی میگردم و راه خودم رو پیدا میکنم. دقیقا اون رودخونه ای که داره حرکت میکنه، که همه ما انسان ها در زندگی داریم حرکت به سمت جلو میکنیم، به سمت پیشرفت داریم میریم، یک آدرس مشخص وجود نداره، ما همه داریم حرکت میکنیم. اون رودخونه ای هم که داره حرکت میکنه، علت زلالی و شفافیت آبش بر حرکتی است که داره، و سنگ اگه جلوش قرار گرفته، یا این رو با شتاب باید کنار بزنه یا باید از روش عبور بکنه. اینی که سنگ اینجا وجود داره، اون ناامیدی زندگی ماست، ببخشید اون شکست زندگی ماست، اون با اینجور مسائل. ولی میبینیم اگر که آب بخواد پشت اون سنگ وایسه،
گنداب و منجلابی میشه، ولی او ازش عبور میکنه و این عبور و جریان داشتن باعث زلالی و شفافیتش میشه که همه ما آدم ها به اون احتیاج داریم. خانم ثابتان، به عنوان آخرین سوال، ما وقتی که عواملی دور و برمون وجود داره که خیلی نمیتونیم پیش بینی بکنیم، به یه باورهایی میرسیم که مثلا چون باور داریم که اینطوری هست به سمت اون حرکت میکنیم. باور دیانت بهائی در مورد این ماجرا، در مورد امید دادن، در مورد اوضاع جهان چیست؟ ببینید، باور جامعه بهائی، آیین بهائی بهتره بگم، باور آیین بهائی این هست که اساسا تاریخ بالا پایین داره. اگر بخوایم توی فلسفه تاریخ این رو نگاه بکنیم، اون خط تاریخ به حرکت تاریخ به شکل دورانی یا زیگزاگ که از سردمدارانش هم تویندی و اشپینگلر و دروکین بودن، چون که ما در آثار بهائی هم میبینیم خیلی حرکت تاریخ رو به بهار و تابستان و پاییز و زمستان تشبیه میکنه که بله، ما ممکنه در یه موقعیتی در زمستان باشیم، سرماست، برودته، سختیه، همه اینا هست، ولی این سرما و زمستان همیشه عاملی میشه که من بتونم در بهار شکوفه بدم. اگر این سرما نباشه شکوفه نخواهد بود. این فلسفه ایست که اساساً حیات رو تعیین میکنه در آیین بهائی. در آیین بهائی معتقد بر این هستیم که در زندگی چالش هست، سختی هست، شدت و ضعف داره، در مواقع بحرانی در زمستان شدت سرما و سختی بیشتره، در بهار شدتش کمتره، اما اون شدت و سختی است که من رو آماده میکنه برای اینکه بتونم زایایی و شکوفندگی در بهار داشته باشم. و بعد مسئله اصلی که یک مکانیسم در واقع دفاعی و جبرانی در روانشناسی هست به نام تسکید یا برترسازی، یعنی چالش ها و مشکلات رو تبدیل به فرصت های رشد کردن. یه بیانی هم هست که بهاولا در این مورد میگن: بلایی عنایتی، ظاهرتون نورون و نغمتون باطنهون نورون و رحمتون. یعنی بلا یا اون مصیبت ها یا اون سنگی که جلوی رودخونه میاد ظاهرش خیلی سخته، سوزاننده است، ولی باطنش نوره و یک باعث رشد من میشه. اگر سنگی نباشه من از کجا میفهمم که میتونم از سنگ عبور کنم؟ و از کجا بعد از اینکه از سنگ عبور کردم احساس بودن، احساس رشد، احساس موفقیت میکنم؟ شوقی افندی خیلی راحت میگن انسان باید مثل آب باشه، هر جا جلوشو میگیرن از یه جای دیگه حرکت کنه. شما دیگه نرمتر از آب که نمیبینید، لطیفتر از آب که نمیبینید، ولی آب وقتی جمع میشه و قدرتش رو جمع میکنه، متمرکز میکنه، میتونه یه کوه جا به جا کنه. البته شرایط بحرانی، ما الان در سرما و برودت و زمستان دنیا هستیم، متاسفانه بحث ایران هم نیست، در همه دنیا الان در حال التهابه. بر اساس نوشته های آیین بهائی دنیا الان درست مثل درد زایمان یه زنی است که در حال متولد کردن یه بچه است. توی اون درد زایمان هیچ که به تولد بچه و اون رنگ و زیبایی که به زندگی میده فکر میکنه. ولی اگر ما بتونیم آستانه تحملمون رو انقدر بالا ببریم که بتونیم این درد و زه و التهاب و نگرانی ها رو تحمل بکنیم، اون وقته که میتونیم تولد بچه رو هم ببینیم. اما چطور؟ خورده هدف بذاریم. یعنی وقتی من میبینم واقعا مشکلات اقتصادی زیاده، این اتفاقی است که در جنگ دوم جهانی افتاد، اون افرادی تونستن باقی بمونن و امیدوار بمونن و گذر بکنن از اون قلوه سنگی که توی رودخونه است، که تونستن هدفهای کوچک و کوتاه مدت برای خودشون بذارن با نظارت به اینکه خب اینها میتونه به اهداف بلند مدت هم دست پیدا کنه. به نظر من نگرش آیین بهائی این هست که باز تکرار میکنم، مثل آب باشید، هر جا جلوتون رو گرفتن از یه جای دیگه رو باز بکنید. و این رو شما طی 40 سال اخیر در جامعه بهائی به خوبی میبینید، توی تحصیل، توی کار، توی شغل، توی حرفه خیلی محدودیت‌ها ایجاد شد. چیزی که ما الان در ایران می‌بینیم از 40 سال پیش برای جامعه بهائی اتفاق افتاد. کار نذاشتن بکنن، درس نذاشتن بخونن، بچه‌ها رو از مدرسه بیرون کردن، مرده رو نذاشتن، هنوزم نمیذارن دفن کنن، بخاطر نمیخوام تبلیغ بکنن، ولی همه این کارا رو کردن. اما نگرش آیین بهائی، جامعه بهائی این بود که من کارمو میکنم. سپاسگزارم. بحثمون در مورد امید،
هدف، انگیزه، چیزهای پایه‌ای هستش که خیلی میتونه در زندگی افراد به خصوص جوانا که یه آینده بزرگتری رو پیش رو دارن خیلی میتونه مؤثر باشه. خیلی بیشتر از اینا باید ادامه پیدا بکنه، ولی چه کنیم که وقت ما محدوده و امیدوارم با عناوین دیگه‌ای بتونیم باز همین بحث رو ادامه بدیم و بیشتر بهش نگاه بکنیم. امیدوارم، من آرزو میکنم ولی کن شما براش برنامه‌ریزی بکنید که دل خوش داشته باشید و خوشبخت و کامیاب باشید. تا برنامه بعد و موضوع دیگه، خدا نگهدار.